مادر بزرگم. مادر بزرگت؟ داداشم مادر بزرگ داره؟ مامان چی میگه؟ چه مادر بزرگی؟ میدونستم یه روز میاد اینجا. چیزی برای گفتن نداری؟ شماها چی؟ میخواین بگین نمیدونستین؟ میخواین بگین از مادر بزرگ ترسیدیم؟ مامان تو میدونستی؟ میرون پسرم؟ آدم با پسرشم چی کاری میکنه؟ آدم مادر بزرگه بچه ای که از مادرش محروم شده رو ازش پنهون میکنه؟ اجازه میده ازش پنهون کنن؟ ما از این شهر رفته بودیم، من حتی نمیدونستم زنده است. اینقدر همه رو ترسوندی؟ درسته، ترسوندم. گفتم میران باید فکر کنه این زن مرده، نخواستم بدونی که همچین مادر بزرگی داری. چرا؟ واسه این که ناراحت نشی. من ساکت شده بودم. ساکت که... نشو، پس حرف بزن. که حرف بزنم؟ آره حرف میزنم، ولی حرفام قلبت آتیش میزنه. مامانت وقتی زنده بود حتی نمیرفت دیدن این. وقتی میگفتم دخترم برو ببینش، میگفت مادر من توی. میدونی چرا؟ چون هر دفعه که میرفت دیدنش ازش پول میخواست. بهش میگفت عروس خونه پول دارا شدی ولی خیرت به من نمیرسه، من خیلی خرج اونو بابا بزرگت دادم. حتی باباتم گفته بود مادر زنمه، نظر محتاج غریبه هاشه، هرچی میخواد بهش بده. ولی دلشاه خجالت میکشید، از خواسته های ناتموم این زن خجالت میکشید. این هر روز میومد در خونمو، ولی نه واسه گرفتن تو، نه واسه دیدن تو، واسه گذشتن از تو میومد. دروغه. چه دروغه؟ آره؟ مگه تو نبودی که واسه دخترت شیربها خواستی و سعی داشتی اونو مثل یه جنس بفروشی؟ ها؟ مگه نگفتی اگه پول ندین برای خزانت میران شکایت میکنم و تو میرانو میکشونم دادگاه؟ الان انکار میکنی؟ زن تو اصلا از خدا نمیترسی؟ چجوری این دروغا رو میگی؟ من خوب میدونم چی میگم. این زن از ما پول خواست، هم واسه دخترش هم واسه بیخیال شدن تو. کافیه. خب میدادی؟ اگه پول میخواست خب میدادی؟ اون مادر بزرگم بود، مادر بزرگم. تو خونت یه اتاق بهش میدادی، یه ظرف دیگه سر سفرت میذاشتی تا کنار مادر بزرگم بزرگ میشدم. اقلن اون موقع واقعیت رو با چشمام میدیدم و بزرگ شدم. چی داری میگی میرم؟ من هر وقت خواستم از مامانم حرف بزنم ساکتم کردی. واسه این که تو ناراحت. من که ناراحت بودم. بچه ای که مامان باباش از دست داده همش ناراحته. پسرم، من از کسی پول نخواستم، من فقط تو رو خواستم پسرم. تو یکی صداتو ببین. چرا ساکتش میکنی؟ حالا که راست نمیگه، حالا که داره دروغ میگه، چرا ساکتش میکنی؟ بذار حرف بزنه، توضیح بده، میرانم خودش تصمیم بگیره کیو باور کنه. تو خونه من هیچکی نمیتونه به هم بی احترامی کنه. من این زنو از قدیم میشناسم عروس خانم. الان چون دوتا آه کشیده و التماس کرده اجازه میدین گورتون کنه؟ معلومه که شنیده برگشتیم، اومده سر راهتون. حالا خودشو به حال ترحم میندازه و پول میخواد. اون نیومد سر راهم، پیداش کردم. حالا میخوام واقعیت رو بفهمم. به من همه واقعیت رو بگو. واقعیت رو؟ آره
به نظرم تو میخوای چیزایی که میشنوی و باور کنی نه واقعیتو. من حرفمو زدم. محمود، این زن فوراً از اینجا میره. یه قدمم بر ندار. مادر بزرگم اینجا میمونه. نمیمونه. اجازه نمیدم. اینجا خونه منه. اینجا فقط خونه تو نیست. ما هم تو این عمارت حق داریم. واسه همین تنهایی نمیتونی تصمیم بگیری. میران اگه میخواد مادر بزرگش اینجا بمونه، اینجا میمونه. آبجی گنول راست میگه. تو همه اموال اصلان به یا باباهامونم حق دارن. واسه یه همین مادر بزرگ داداشم تا وقتی که داداشم بخواد میتونه اینجا بمونه. بفهم دیگه، تو صاحب همه چی نیستی. مامان اسما، یه اتاق واسه مادر بزرگم حاضر کن. چشم پسرم. با من مخالفت میکنید آره؟ که با من در میافتی. اونم منی که مثل این زن شماها رو به حال خودتون ول نکردم. منی که از شما هیچی رو دریغ نکردم و شما رو از هیچی محروم نکردم. واسه این که نبود باباتون رو حس نکنین هر کاری ازم برمی اومد کردم. پس جواب من این بود. متاسفم براتون. حیف زحمتام. یه روز میگین مامان بزرگ حق داشته، ولی ایشالا اون روز خیلی دیر نباشه. نمیتونی اینجوری بذاری و بری. من بازم سوال دارم. شکران خانم، شما بیاد اینجا بشینی، من زود میام. باشه، بیا بیا. مامان بزرگ، میخوام همه چیو بدونم. بگو. من مامان بزرگتم، مادر بابات. من آخرین چنار این خونوادم. زیر سایه خودم بزرگتون کردم. همه تونو. وقتی آفتاب شما رو می سزون زیر دستان پنهونتون کردم. وقتی محمد و دلشاه رو کشتن یه قسم خوردم. گفتم قسم میخورم نذارم خونتون پایمال بشه. گفتم قسم میخورم بابت هر قطره اشک نوام باهاش تسویه حساب کنم. حالا اومدی میگی واقعیت رو به هم بگو. واقعیت اینه. این تنها واقعیتیه که باید بدونی. تو یه بچه هستی که مامان و باباشو کشتن. این تنها واقعیتیه که باید بدونی. این تنها واقعیتیه که باید همتون بدونی. میران عزیز، اصلان به خوب میدونه که ایو چجوری روی زخم باز کنه تا خون ریزی کنه. اوف! Thank you.
دوست دارم میران، اینقدر دوست دارم که هیچ وقت ولت نمی کنم، نمیذارم تو اون تنهایی بیفتی، بهت قول میدم هر وقت خواستی به یکی تکیه کنی من کنارتم میران. اجازه نده باز مادر بزرگت این کارو باهات بکنه، بهش اجازه نده باز تو رو بکشونه تو اون تاریکی. یکم دیگه اینجوری بمونیم، فقط یکم دیگه. آدمو بر علیه من میکنه، آره دعوا را میندازه، آره کاریو کردی که برا زندگی اسمته میران شادولو نارو زدن تو خونت، منم کاری میکنم که برا زندگی اسممه. حالا تو انتقامتو بگیر، باباتو بکش، موقع میبینمت، میبینمت. مامان بسی چی این همه مدت سکوت کردی؟ چرا به میران از مادر بزرگش نگفتی؟ اگه یادت رفته یادآوری کنم گنول، تو تا به این سن با مامان بزرگت زندگی کردی، میرانم همینطور، ولی من با عزیز اسلام بی زندگی کردم. واسه این سکوتم عذرخواهی نمی کنم، فقط شکران نبود که دنبال بچهش رفت، فهمیدی؟ فرهاد پسرم، فرهاد، چیزی که چند روز پیش بهت گفتم و الان بهتر فهمیدی نه؟ تو میتونی شرکت ها رو اداره کنی، ولی من و میران باید واسه این خانواده تلاش کنیم، مگر نه عزیز اسنابه هممونو داغون میکنه. داری میری؟ فرار میکنی فرهاد؟ باشه برو، ولی من فرار نمیکنم. آزاد، کجا میری؟ یکم کار دارم. بله برون خواهرت پسرم، نباید تو هم اینجا باشی؟ بهش میرسم. آزاد ببین، فکر نکن پیگیر یاران شدم و تو رو فراموش کردم. جریانی که راجبش حرف زدیم و میگم، جریان الیف، به حرفمون فکر کردی؟ بابا الان عجله دارم، بعدا حرف میزنیم. دیر نکنی، فرار میکنه نه؟ آره هرچی بگی قبول نمیکنه. قبول میکنه، مطمئن. جهان منم متوجه این رفتارات نمیشم، ما در این مورد جز قانع کردن آزاد کاری ازمون بر نمیاد، اونم بکشیش قبول نمی کنه. ببخشید تو از چی مطمئنی؟ از پسرمون مطمئنم، بعدشم موضوع که ریحان باشه
از کارهایی که میتونه بکنه مطمئنم. ببین فکرش داره به هم میریزه. به وقتش قلبش بله نگه، عقلش بله میگه. ایشالله جهان. روز بخیر خانم. خوش اومدی. پس کجایی؟ الان تونستم بیام. بیا دخترم، بفرما بریم بالا. خاندان. چیه جهان؟ این کی؟ آرایشگره دیگه. آیشه برو، منم میام. شب بله برون داریم دیگه. ببین خندان، تا تموم شدن این کار حتی یه دقیقه هم چشم از یاران بر نمیداری. نه بابام نه من اصلا تحمل یه ماجرای دیگر رو نداری. نگران نباش جهان. ببین آرایشگام نفرستادمش، یه لحظه هم چشم ازش بر نمیدارم. چشم بر ندارم. ببین من واقعا طاقتم ندارم که بیشتر از این صبرم لبریز بشه. بگذاریم. حرفمو فهمیدی؟ فهمیدم جهان. برو فعلا. فعلا. آیشه اومدم. ای وای مردم، هرچی این پله ها رو بالا و پایین میکنم تمومی نداره. اوف، تو این سن و سال باردار شدن خیلی سخته. ببین آیشه، تو یاران یه آرایش خوشگل بکن خب، ولی خیلی کم باشه، بعدن نگن دختره یه جوان صورتش رو رنگ و لعاب کرده. موهاشم یه بیگودی بکش، یه ذره موجدار بشه، ولی زیاد نباشه ها. باشه دخترم؟ باشه حتما خندان خانم. باشه. بیا دخترم، همه وسایلت پیشته؟ پیشم، نگران نباشی. خب خوبه، پس بیا. بیا دخترم. یاران؟ یا وای وای خدای من چی کارت کردم که تو بارداری من اینا رو سرم میاری آخه؟ حالا به جهان چی بگم؟ دخترم کیف تو باز کن یلا. چرا مثل احمقا نگاه میکنی؟ برو کنار ببینم دختر، برو کنار. اینها پیداش کردم. آی وای خدای من، پناه بر تو. بیا بگیر ببینم دخترم. قربونه چشات خاموشش نکن باشه. من الان در رو رود قفل میکنم و میرم. نه ترسی ها، خوب اینا بین خودمون بمونه، من هوا تو دارم. قبوله؟ باشه باشه دخترم. قبوله خندان خانم. باشه اصلا نترسی ها. آخ یاران، من فقط تو رو پیدات کنم ببین چه بلایی سرت بیارم. آخ یاران. ای بابا. سلام. خوش اومدید، بفرمایید چطور میتونم کمکتون کنم؟ میخواستم هارون باکر جغلو رو ببینم. البته، ببخشید شما؟ بگین یاران خانم. باشه، شما بفرمایید توی رستوران بشینید، من خودم بهتون خبر میدم. فقط یکم فوریه. البته. پس از حرف من سرپیچی میکنی میران؟ داری خودتو پیدا میکنی؟ پس به ریحان گوش میدی؟ تو بگرد، من یه راهی واسه پنهون کردن پیدا میکنم. بهتری؟ میدونم فکرت به هم ریخته، ولی فکرم به هم نریخته، برعکس همه چی واضح و مشخصه. خوب میدونم باید چی کار کنم. میخوای چی کار کنی؟ میرم دنبال جایی که همه چی شروع شده. ما با یادداشتا به اینجا رسیدیم. کسی که اون یادداشتا رو میفرسته همش ما رو میکشونه سمت یه چیزی. مامان بزرگم میرفت سمت مزرعه، دزدیدنت. اولین یادداشت اومد، یادداشتی که میگفت به بازی های مامان بزرگم دقت کنیم. بعد ما رفتیم روستای گابریل، شاید بگی دست خالی برگشتیم، ولی یه یادداشت دیگه اومد، ما رو فرستاد روستا. اونجا مادر جون رو پیدا کردیم. باز منتظر یادداشت بمونی؟ نه، چون میدونم یه یادداشت دیگه میاد.
ولی خب ما تا اون موقع میگردیم دنبال کسی که اونا رو برامون میفرسته، چون تنها کسی که میتونه به سوالمون جواب بده و ما رو به واقعیت برسونه همونیه که یادداشت رو میفرسته. داداش شکران خانم. چی شده؟ نیست، رفته. چطوری رفته؟ نمیدونم، حتما از حرفای ماما بزرگ ناراحت شده. یعنی چی رفته؟ کسی جلوی در نیست؟ مادر بزرگمو ندیدین؟ رفت بیرون. آقا میران چطوری اجازه میدین بره؟ باشه میران، وای نسا، بودو بهش برسی. دعا کنی چیزیش نشه، هر کی پیدا شد به بقیه خبر. منم از این طرف میرم. الیف تو بمون، اگه برگشت خبر بده. مادر جون، مادر جون، کجایی مادر جون، کجایی؟ دخترم خسته نباشی. ممنون خاله جون. ایستگاه مینیبوسای روستا کدوم طرفه؟ این راهو ادامه بده، خودت میبینی. ممنونم دخترم. خواهش میکنم خاله جون. شکران خانم. دخترم من قب... برگشتن؟ کسی برنگشت آقا میرا. آخه کجا رفتی مادر جون؟ تو کدوم کوچه رفتی؟ ریحان مادر بزرگم خوبه؟ تو کدوم کوچه این؟ باشه باشه اومدم. مادر جون چرا رفتی؟ نکنه به خاطر حرفای عزیز خانم؟ حرفای عزیز اصلا واسم اهمیتی نداره دخترم. ولی وقتی میران از من دور شد، دقیقا واسه همین باید بمونی، واسه این که نزدیک میران باشی و شک و شبه هایی که توی ذهنش رو پاک کنی. من بهتون ایمان دارم، قلبم هم ایمان داره، میرانم باور میکنه. ولی اگه بخواین اینجوری برین، بازم اونو تنهاش میذارین. عزیز خانوم باز با دروغاش ذهنشو به هم میریزه. نمیخواین که دوباره با میران این کارو بکنین. مگه سالها حسرت دیدنمو نداشتی؟ مگه نگفتی تا من بهت پشت نکنم جایی نمیری؟ نمیخوام تو رو بازم با عزیزه تنها بذارم پسرم. بذار تو روستا منتظرت بمونم. ببین من 27 ساله که با حرفای اون بزرگ شدم. اون حرفا با حرفای تو فرق داشت. حالا از یه طرف تو میگی منو باور کن، از یه طرفم اون. انتظار نداشته باشی او همه چی رو قبول کنم. بذار گوش کنم، بذار بفهمم، بذار فکر کنم. من نمیخوام ناراحت بشی، نمیخوامم ازت جدا بشم. با من بیا مادر جون. باشه مادر بزرگی، چی میشه پسرم؟ خودت دیدی که گفت نمیخواد من اونجا پیشش باشم. من نمیخوام تو رو تو درد سر بیندازم. از عزیزه نمیترسم، ولی اگه تو بیشتر ناراحت بشی چی؟ انگار خواننده میخواد بیاد رو صحنه. حاضر شدن یه مرد مگه چقدر طول میکشه؟
داره میاد. خدا رو شکر. چه خوبه که طاقت دلتنگی مو نداشتی تا اینجا اومدی. آره اونقدر طاقت دلتنگی تو نداشتم که بودو بودو اومدم. چرا مزخرف میگی؟ واسه چی باید دلتنگ تو باشم؟ نامزد عصبانی خودم. معلومه که زوج خیلی خوبی میشیم. چه زوجی؟ ما فوقش میتونیم سگ و گربه باشیم. اونم میشه. من پایم. یه رابطه یه پر از نوسان. یکیمون فرار میکنه اون یکی هم دنبالش میکنه. خب با این توصیف اگه فرض کنی من گربه هم و تو؟ ببین من نیومدم اینجا که نظرای چرت و پرت و مزه پرونیای مسخره تو که فقط خودت خندت میگیره رو گوش بدم. همینجوری که از وضعمون مشخصه، من و تو زن و شوهر که هیچی، حتی توی مینیبوس هم نمیتونیم کنار هم همسفر بشیم. یعنی بیا بی خیال این قضیه شو، خونوادت هم بردار، زود از اینجا بریم. ببین خوشگلم، من خوشگل تو نیستم. تو کی هستی که به من میگه خوشگلم؟ حد تو بدون. وای چی کار میکنی؟ دستمو ول کن. وای ولم کن، دردم میاد. اولا وقتی بهت گفتم خوشگلم تو هم به هم میگی بله عزیزم. یارا دیوونه شدی؟ چرا میگم دستم درد میگیره؟ دستمو ول کن. دوما ولش کن. ببینم تو کی هستی پسر جو؟ تو خودت کی هستی؟ به چه حقی جرأت میکنی توی رابطه من و نامزدم دخالت کنی؟ یارانی مردی که چی میگه؟ چه نامزدی؟ رفتم خواستگاریش به هم دادم. نامزدشم فرهاد. همچین چیزی نیست. ببین منو، هر چی میخوای باش، باید مواظب دست و پات باشی، فهمیدی؟ وگرنه من اون دست تو. فرهاد باش، آروم باش، من حلش میکنم. همه دارن نگامون میکنن. آقا جونم بفهمه بیچاره میشم. فرهاد لطفا، فرهاد من حلش میکنم. منو نگاه، امروز قراره همسر هارون با کرجی اغلو بشی. نباید بیای هتل و یه غریبه رو تو خطاب کنی و دنبالش بری. وگرنه چی؟ من تو روی آقا جون من وایسادم، از تو بترسم. من مثل آقا جونت نیستم. عاقل باش، وگرنه حالتو میگیرم. در ضمن ترس خوبه، از آدم محافظت میکنه. ولی من از تو نمیترسم دیگه، هم نمیخوام ریخت تو ببینم، فهمیدی؟ پس نمیترسی؟ باشه، ما هم میترسونیم، خیلی هم میترسونیم. چی شد؟ شکران خانمو پیدا کردن؟ یعنی چی پیدا کردن؟ مگه کجا رفته؟ نمیدونم، انگار از حرفای مامان بزرگ ناراحت شده گذاشته رفته. دقت کردی گنول؟ هیچکی جز ما نمیتونه حتی 3 دقیقه هم مامان بزرگتو تحمل کنه. والا مدال میندازم گردنم، میرم تو کوچه های مدیاتو میگردم، چون 30 ساله دارم تحملش میکنم. تحمل نکن دیگه سلطان، تو هم برو دنبالش، در اونجاست. حالا دیگه نوبت مامانمه که اذیتش کنی. برو تو مادر جون.
مامان اسما؟ اتاق مادر بزرگم حاضره؟ حاضره پسرم. بیا مادر جون بیا. خدا رو شکر میکنم به همین قدرت رو داده که به دشمنام هم زیر سقف خونم قضا بدم و ازش رو پذیرایی کنم. با تو هم تصویه حساب میکنم عروس خانم. توی که گذشته رو تو مخ میران کردی باید جواب پس بدی. بذار اول اینجا رو آروم کنم و آتیش رو بخوابونم. آقا فرهاد رو ندیدی؟ نه ندیدم. میدونی آقا فرهاد کجاست؟ آخرین بار طبقه بالا دیدم. مامان وقتی جواب نمیدم یعنی نمیتونم جواب بدم. چون به دنیا موردی کنیزتم. برو دنبال داداشم و ریحان. منو بی خیال شما مان. شما راحت باشین. چیزی لازم داشتین من اینجام. باشه؟ ممنون. مامان اسما چرا دم در موندی؟ بیا تو. نه نه دختر خوشگلم، من یکم کار دارم، بعدن میام میشینم. کم و کسری داشتید کافیه صدا کنی. سمه رو چجوری درسونده که زن واسه این که یه وقت کنار من دیده نشه. بیچاره زودی گذاشت رفت. اینجا فقط خونه یه اون نیست. اصلا خودتون رو تو اتاق حبس نکنین باشه. میران اصلا اینو نمیخواد. از تو نو ممنونم دخترم. قطعا من از عزیزه نمیترسم. تا وقتی که میران دنبال گذشتشه کنارشم. آره شما استراحت کنین، من دوباره میام. باش ریحان. میتونی کمکم کنی؟ چی شده الیف؟ چیزی شده؟ میبینم اتون. باشی ممنون. فرهاد نمیخوای به هم گوش بدی؟ تو واقعا نامزد کردی؟ نه معلومه که نامزد نکردم. نمیخوام هم نامزد کنم. خوبی یارا؟ خوب نیستم فرهاد، اصلا خوب نیستم یارا. یارا بیا بایست. اون مردی که کی بود؟ یارو مزاحمت میشه؟ نمیشناسمش فرهاد. اومدن خواستگاریم. آقا جونم هم منو داد ولی من نمیخوامش. اومدم اینجا بهش بگم نمیخوامه. منو به زور میدن فرهاد. گفتم اگه اون بی خیال شه شاید حل بشه. یارا باشه گریه نکن، حرف بزن. چه حرفی بزنی؟ منو میخوان به زور بدن فرهاد. راجب چی حرف بزنی؟ مگه میشه یارا؟ تو کدوم دوره زندگی میکنی مگه؟ دیگه کی دخترش به زور شوهر میده؟ با خانوادت حرف بزنی که من نمیخوامش. تو بچه اونایی یاران، دلشون نمیاد. دلشون میاد فرهاد، چون من بدم.
تو بد نیستی یارم. خستم. میدونی چقدر سخته که یه آدم به خودش اینو اعتراف کنه؟ هیچکی نمیگه من بدم. همش میگه زندگی منو مجبور کرده این کارا رو بکنم. همش یه دلیل واسه تاریکی قلبشون پیدا میکنن. مثل من. سخته. ولی ببین به کار خودت اعتراف کردی. حتی الان به منم اعتراف کردی. فرهاد. من میدونستم چه اتفاقی قراره واسه ریحان بیفته. وقتی گونول و سلطان حرف میزدن شنیده بودم. میدونستم یه عقد ساختگیه. میدونستم ریحانو میندازن جلوی در. یعنی من همه چیو میدونستم. میدونستم ولی سکوت کردم. چی؟ پس چرا ها؟ چرا جلوشو نگرفتی؟ چون میخواستم ریحان عذاب بکشه. من خیلی به ریحان حسودیم میشم. داداشم، تنموم، عموم خیلی اونو دوستش داشتن. میدونم کارم توجیهی ندارن. همه خونوادم دیگه فهمیدن چی کار کردم. گفتن چطور تونستی این کارو با خونوادمون بکنی. همه واسم جبهه گرفتن. میخوان از خونه بیرونم کنن. اون مردی که داخل دیدی منو به اون دادن. دیگه تو خونه کسی از من نمیپرسه چی میخوام. فرهاد تو هم اومدی بهش بگی که تو رو نخواد. آره ولی بی خیال نمیشه. نمیدونم شاید کار درست اینه. ازدواج کنم، خانواده تشکیل بدم، روحم از تاریکی در میاد، خوب میشم، شاید بتونم آدم خوبی بشم. یاران کاش دوای درد من تو بودی فرهاد. کاش چطور میشه آدم خوبی شد و تو یادم میدادی. تو یادم میدادی. تو واقعا آدم خیلی خوبی هستی فرهاد. ایشالا یه آدم خوب مثل خودت سر راهت قرار بگیره. خداحافظ.